آل احمد سپس برای اثبات نظریه خود با هدف جستجوی نکات دیگری از تحول روشنفکری در صده‌های اول اسلام از راهنمایی احمد فرید کمک می‌گیرد تا نشان دهد که می‌توان اصول دین را با عقل و فلسفه و منطق هم تفسیر و هم توجیه و تعبیر کرد. فردید معروف به فیلسوف شفاهی از پیروان اندیشه غرب زدگی و از پیروان حکومت دینی است که پس از کسب قدرت توسط بنیادگرایان اسلامی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز مجلس خبرگان شرکت کرد اما رأی نیاورد. او آنچنان شیفته حکومت دینی و خمینی است که در یکی از سخنرانی‌های خود چنین می‌گوید: می‌خواهم پیامی به امام خمینی بدهم و درد دلی با ایشان بکنم. سید احمد فردید آدمی است که برای خودش کار کرده است. اگر کتاب ننوشته، نخواسته تشبه به کثافات دیگران بکند. من پیام کوچکی به امام خمینی دارم. این انقلاب را عبدالکریم خراب می کند. من پوپر را می شناسم و بریش او می خندم. من دارم به جمهوری اسلامی مدد می رسانم. بعد از 30 سال مطالعه می گویم هایدگر جهت فکرش همین جمهوری اسلامی است. فردید آنچنان شیفته خمینی بود که به یکی از دوستان خود گفته بود او فره ایزدی را در وجود خمینی دیده است. موضوع مورد بررسی من در اینجا نه اندیشه های فردید که اندیشه های جلال آل احمد است. این را نوشتم تا اندکی روشن کنم آل احمد برای اثبات درستی اندیشه های خود به چه کسانی استناد می کند. آنچه را که روشنفکران دینی یا مذهبی امثال علی شریعتی یا آل احمد به آن توجه نداشتند و افرادی چون عطاءالله مهاجرانی هنوز توجه ندارند، ارزش‌های نوینی بودند که دوران مدرن با خود آورد و هنوز هم اختلاف میان جهان اسلام یا بنیادگرا با غرب است. یعنی با شروع دنیای مدرن کسی نمی توانست از گسترش و نفوذ ایده ها و ارزش ها که منطقاً و عقلاً درست بودند پیشگیری کند و کشف و اختراعات نوین نیز موجب گسترش هرچه بیشتر این ارزش ها و استقلال فرد برای حاکمیت بر سرنوشت خیش و بیرون آمدن از قیمومت دینی فرا انسانی و فرا طبیعی می شد. میکانیزمی که موجب دگرگونی پندارها و در هم ریختن مرزهای اندیشه و تصورات سنگ شده می شد که شد. با تغییر پندارها قانون نیز دگرگون می شود، زیرا قواعد همواره برای رفاه و آسایش و سازماندهی بهتر امور بین انسان بوده است. تا پیش از دوران مدرن هیچ اثری از تساوی حقوقی انسان در برابر قانون نبود. در اسلام و در میان مؤمنان اسلامی که ابداً نبود. با شروع دنیای مدرن که نخست در غرب شکل گرفت، اسلام و مسلمانان باید از نو درباره معیارهای مقدس و الهی خود به اندیشه می نشستند. راه گریزی وجود نداشت، همچنان که امروز هم ندارد. جامعه باید به اندیشه می نشست که آیا زنان حاکم بر جان و جسم خود هستند و باید حق استقلال آنها را پذیرفت و جامعه را بر اساس آن سازماندهی کرد یا همچنان در دوران پیشا مدرن آنها را شیعی و در مالکیت مردان دانست؟ در دهه پایانی سده 19 تعداد باسوادان در 3 کشور بزرگ و تعیین کننده جهان اسلام تنها 3% در برابر 63% مردان و 43% زنان در انگلستان و 85% مردان و 64% زنان در هلند بود. چرا؟ زیرا علما علاقه به سواد آموزی مؤمنان نداشتند و جایگاه اجتماعی و قدرت و ثروت علما در جهالت، بیدانشی و خرافات پرستی مؤمنان بود.
جنبش روشنگری و خردگرایی همه چیز را به چالش می کشد و کشید. گذر از امت یک دست و یک فکر به ملت متکثری که متشکل از فرد، جمع افراد مستقل و خودبنیاد است، برابری حقوقی جنسیت و ادیان و مذاهب در برابر قانون، خرد به جای ایمان، گسترش آموزش و پرورش همگانی، شکلگیری افکار عمومی، حقوق خدشه‌ناپذیر بشر، حکومت قانون، انحصار اعمال قهر در دست حکومت، بیطرفی حکومت در ارزش‌ها، زمینی شدن قانون و لغو قوانین فراطبیعی فراانسانی، کشف جهان نوین از دنیای میکروسکوپی تا کهکشان‌های بیپایان و بی‌انتها، از فروپاشی نظم‌های کهن فئودالی سلطنتی تا شکل‌گیری دموکراسی‌های مدرن متکی به حقوق بشر. در جهان اسلام تا سده 20 و بعدها هنوز نه از گالیله خبری هست و نه از ولتر یا کانت یا پوپر. چرا؟ و اینها این ارزش ها یا اندیشه ها از بیرون از غرب می آیند. خب بیایند. زمانی هم اندیشه ها از شرق به غرب رفتند. اندیشه درست که شرق و غرب یا شمال و جنوب نمی شناسد. یا درست است یا نادرست. روشنگرایی و خردگرایی یعنی گذر از دوگم‌ها بر اساس علم و دانش قابل اثبات، یعنی پس زدن و کنار نهادن علوم و علمایی که در دوران فصل الخطاب بودند و اکنون دیگر نمی توانند باشند. زمانی حقوق ویژه داشتند که بر دیگران حکمرانی کنند، قانون بیاورند و قضاوت با آنها باشد و اکنون دیگر نمی توانند در این جایگاه ها باشند، زیرا دوران آنها به سر رسیده است. دین و مذهب باید شخصی خصوصی بماند، در چارچوب فردیت و اعتقادات و ایمان شخص با خدای خود. در دوران مدرن دموکراسی، قوای حکومتی که بیرون آمده از اراده ملت است. بجای حاکمیت الله و حق ویژه دین سالاران می نشیند. مؤمن بدل به فردیت مستقل و صاحب حقوق، بدل به شهروند می شود و ملت بجای امت یک دسته بی حقوق می نشیند. در دوران مدرن از حکومت گرفته تا تجارت یا هنر و فلسفه یا علم و دانش همه از حوزه ایمان، حوزه دین بیرون می آید تا انسان بتواند درباره آنها آزاد سخن بگوید و تصمیم بگیرد. فلسفه پهنه خرد است و دین پهنه ایمان. در اسلام پیامبر محمد به نمایندگی از سوی خدا با مؤمنان راه و روش نشان داده و با آنها ارزش‌های ارائه کرده است که مؤمنان موظف به پیمودن آن راه و زندگی بر اساس ارزش و معیارها هستند. از کتاب مقدس تا سنت محمد و اصحاب و امامان، شریعت دارای احکام و موازنی است که مؤمنان اگر بخواهند رستگار باشند، موظف بر رعایت آنها هستند. آزادی انتخاب وجود ندارد. پاسداران و مفسران شریعت، کلام و خواسته الهی، علما هستند و نه مؤمنان. تا دوران مدرن و برخورد غرب با جهان اسلام تا سده 18، اگر کسی در جهان اسلام به مدرسه، به مکتب خانه می رفت، برای فراگیری قرآن بود. زیرا بنابر اعتقادات علما، کتاب مقدس پاسخگوی تمام نیازهای انسان برای این یا آن دنیا بود و هست. و آموزگاران این مکتبخانه ها به ندرت اطلاعی از تاریخ یا علوم طبیعی یا جغرافیا و تکنیک و غیره داشتند. در این مکان بسته هیچ جا و مکانی برای کنجکاوی ذهن کاوشگر انسان وجود نداشت و هر نوع پرسش بیجا شدیداً مجازات می شد. با
به ویژه اگر این پرسش جنبه کفرگویی می داشت. هنگامی که دستگاه چاپ با یک تأخیر حدوداً 300 ساله در سال 1490 وارد امپراتوری بزرگ اسلامی عثمانی شد، استفاده آزاد و گسترده از آن فوراً به حکم علما ممنوع شد. زیرا علما می پنداشتند اگر کتاب مقدس احتمالاً در دسترس هر کسی قرار گیرد، در آن صورت هر آدم بی سر و پایی امکان می یابد تفسیر خود را ارائه کند، در حالی که حق تفسیر می بایست تنها در انحصار علما بماند تا آنها مفسران خواست الهی باشند. یعنی حتی چاپ و تکثیر قرآن هم ممنوع اعلام شد، چه رسد به سایر کتاب هایی که می توانستند آگاهی بخش باشند. بیدانشی و جهل و خرافات مؤمنان مقدس می شد تا به موقعیت انحصاری علما در جامعه خدشه وارد نشود. بنیادگرایان اسلامیست ها می دانستند که با ورود زنان به مدرسه، افسانه بیخردی آنها و برتری مردان بر زنان پایان می‌یافت و با گسترش علم ستاره شناسی ایمان به هفت آسمان فرو می‌پاشید. امور و علومی که در تضاد با کلام الهی بودند. بنیادگرایان اسلامی نمی‌خواستند یا نمی‌توانستند ببینند که جهان واقعاً موجود بیرون از ذهنیت اسلام زده آنها بسیار گسترده‌تر از احکام و موازین شریعت آنها و سنت و آموزه‌های سنگ شده در توضیح المسائل‌ها و رساله‌های عملی است. آموزه‌هایی که دیگر پاسخگوی جهان مدرن نیستند. واقعیت این است که در غرب خرد توانست خدای خالق را کنار بزند و خود ارزش‌های لازم برای زندگیش را از نو تعریف کند. ارزش و معیارهایی که بهتر از نمونه‌های الهی آن بودند، از تعریف انسان تا عدالت یا آزادی و حقوق. روشنفکران دینی به جای پرداختن به علل درونی عقب ماندگی ما و رفع آنها، نعل وارونه زدند و زیر نام مبارزه با غرب، سرمایه‌داری، مبارزه با استثمار و استعمار، به سوی ایمان محض و به سوی دوران پیامبر محمد رفتند. به جای داروین و نظریه فرگشت، برگشت به همان خلق انسان در چند روز از گل و با فوت رفتند. وهابیان، بنیادگران اهل سنت سلفی در عربستان سعودی که خواهان حکومت بر روش و با ارزش‌های دوران پیامبر محمد بودند، در واقع عکس العملی بود از سوی علما و خشک مغزان اسلامی در برابر تلاش‌های حکومت عثمانی برای مدرنیزه کردن جامعه تا عقب ماندگی از اروپاییان را جبران کند. عقب ماندگی که در ارتش بیش از هر بخش دیگر خود را نشان می‌داد و منجر به شکست‌های پی در پی و تکه‌پاره شدن امپراتوری عثمانی شده بود. سلفی‌ها، طالبان، القاعده، ولایت فقیهیان و داعش همان وهابیان دیروزند که خواهان بازگشت به خیشتن خیش، بازگشت به دوران پاکیزه و پر از معنویت عصر طلایی اسلام هستند، آن هم در سده 20 و 21 پس از چند انقلاب علمی صنعتی در جهان. آنها نمی دیدند که غرب پدیده یکسانی که چشم طمع تنها و کشورهای اسلامی داشته باشد نیست، بل آنها از عقب ماندگی این ملل سود بردند و آنها را مستعمره خود و استثماری بی نظیر کردند. از انگلستان تا پرتغال و اسپانیا تا اتریش و آلمان و غیره، همگی غرب بودند که در مرحله اول علیه یکدیگر شمشیر کشیدند. جنگ هایی که چند ده میلیون کشته بر جای گذاشت. روسیه و ژاپن و چین هم چنین کردند. هر کس می توانست دیگری را به زیر سلطه خود در می آورد. در آن دوران مانند تمام درازای تاریخ
قدرت تعیین کننده سیاست بود و قوانین بین الملل و رعایت قانون و رسیدگی به شکایات یا اختلافات در برابر دادگاه و جای میدان جنگ محصول همین یک سده اخیر تاریخ بشریت است. تا 100 سال پیش هیچ مردی از سوی هیچ مرجعی به رسمیت قانونی شناخته نمی شد. امروز اما خوشبختانه چنین نیست و بشریت گام بزرگ در سمت سوی درست به پیش رفته است. یکی از وجوه مشترک میان روشنفکران دینی از آل احمد گرفته تا علی شریعتی یا عطاالله مهاجرانی و غیره مخالفت آنها با روشنفکران دوران مشروطیت است. علی شریعتی میگوید من از دوران دبیرستان با این گنده پیر پلید چاپلوس و دروغگو و نوکر معاب ترسو و طماع لج بودم. چند پیش یکی از همکلاسی های قدیمم دفتر یادبودش را نشانم داد که در آن برایش نوشته بودم من از دو تا ته خیلی بدم می آید، یکی تاریخ و دیگری تقی‌زاده، و گویا مهر این دو در من با شیر اندرون شده است و با جان بدر خواهد رفت. به هر حال با تاریخ یک نوع پدرکشتگی دارم، نه بالاتر از این. او همه اجدادم، همه استعدادها و نبوغها، همه مرادها و محبوبها و همه عزیزان و بزرگان و نیکان و نیاکان مرا و ما را کشته است، قتل عام کرده است، خفه کرده است. و آل احمد درباره روشنفکران جنبش مشروطیت از سور اسرافیل تا ملک المتکلمین و احمد کسروی می نویسد. این جماعت چون و چرا کنندگان ابدی و معترضان همیشگی و ناراضیان صرف و انقاجویان هستند، بدتر این که اغلب روشنفکران برخواسته از روحانیت در اغلب موضع گیری های فکری و اجتماعی خود نوعی کمک کنندگان به غرب زدگی آن دسته دیگر بودند. تقی‌زاده و کسروی دو نمونه بارز ایشان به هر صورت اغلب روشنفکرانی که در این 50-60 ساله مشروطه حرفی برای گفتن داشتند و عقیده‌ای برای دفاع کردن و اصولی برای تبلیغ از روحانیت برخواستند. اما با این نقطه ضعف عمومی که اغلب ایشان از در غرب زدگی در آمدند و در جستجوی راه حلی برای جامعه، بیشتر براه روشنفکرانی رفتند که برخواسته از اشراف فقط دم از مدینه فاضله وارداتی و شبه فرنگ خود می زدند یا می زنند. او که به درستی یادآوری می کند ریشه و پیشینه برخی از پیشگامان جنبش مشروطه از روحانیان بوده است، دو تقلب می کند. نخست نمی گوید که در آن دوران برای درس خواندن و سواد آموزی تنها همان طلبه خانه های تحت کنترل حوزوی ها وجود داشته است و نه چیزی دیگر. و دوم این که این روشنفکران از راه و اندیشه ایمانی فراطبیعی روحانیت بریدند و علیه آنها اقدام کردند. خصلت ویژه جنبش خردگرایی و روشنگری در اروپا، جنبه ضد دینی و ضد روحانیت آن علیه دین سالاران و حق حاکمیت عده زیر پوشش نام خدا و حق قانونگذاری آنها بود. اگر اکثر روشنفکران دوره مشروطیت برخواسته از روحانیان بودند، به یک دلیل ساده است، زیرا بغیر از مکتبخانه ها جای دیگری برای سواد آموزی وجود نداشت. عجیب است که هیچ یک از روشنفکران دینی مذهبی از معمم گرفته تا مکلا قتل کسروی به دست فدایان اسلام و فتوای فقها را محکوم نکردند. ابتدا درباره تنفر شریعتی از تاریخ باید گفت. تاریخ محصول عملکرد انسانها و اراده و تصمیم کسانی است که در این مقام بودند. حوادثی است که گذشته است، خوب یا بد. تاریخ چیز مستقل برای خیش نیست که بتوان او را مسئول دانست یا ندانست. می توان با این یا آن روند مخالف یا موافق بود. تاریخ عبارت است از آن چیزی که بشر در گذشته انجام داده است. به هر دلیل
درست یا نادرست. خودش نیروی بر فراز انسان و مستقل از اراده و خاص او نیست. جبریتی وجود ندارد، اما شریعتی که از تاریخ تنفر دارد، عاشق تاریخ شیعه بر روایت خیش است که سراپا ناراستی و تحریف دارد. تنفر او از سید حسن تقی‌زاده را می توان فهمید و این امر تا اندازه روشن می کند که او چرا از تاریخ متنفر است. او دشمن دوران مدرن و عاشق همان روابط و مناسبات ایلی قبیله‌ای عصر پیامبر و خواهان جامعه امتی با یک رهبر ماوراء بشری به عنوان هادی امت است. اما درباره دو بزرگ جنبش مشروطه و دو اصلاحگر بزرگ این دوران، احمد کسروی و سید حسن تقی‌زاده، باید اندک بیشتر توضیح داده شود تا علت مخالفت روشنفکران دینی که حکومت دینی می‌خواستند یا هنوز می‌خواهند با این بزرگان در چیست و مگر تاریخ 150 ساله ایران چند تن از چنین روشنفکرانی داشته است؟ احمد کسروی از اندیشمندان بزرگ ایران، متولد سپتامبر 1890 در دهکده حکم‌آور از توابع تبریز بود که در 11 مارچ 1946 در سن 56 سالگی در اتاق بازپرسی دادگستری تهران با ضربات کارد حسین امامی به همراه منشیش کشته می شود. کسروی اندیشمند بزرگ، نویسنده بیش از 70 کتاب و رساله، مورخ، زبانشناس و حقوقدانی بود که به زبانهای فارسی، عربی، ترکی، انگلیسی و بعضن فرانسوی تسلط داشت و با جهل و خرافات به ویژه نوع دینی آن مبارزه می کرد. او 16 سال دارد که انقلاب مشروطه ایران شروع می شود، و کسروی از پیروان این جنبش است و شخصاً در آن شرکت و بعد تجربیات خود را در دو جلد کتاب تاریخ مشروطه ایران منتشر می کند. هنگامی که در سال 1911 نیروهای روسیه تزاری برای سرکوب مشروطه خواهان وارد تبریز شدند، او از مخالفان روسیه است و سخنرانی های تندی علیه آنها ایراد می کند. کسروی ابتدا به مدرسه دینی می رود و بعد بنابر اصرار پدر طلبه می شود و پس از استخدام در وزارت دادگستری لباس آخوندی را کنار می گذارد. کسروی از سال 1915 یعنی 25 سالگی در مدرسه امریکایی های تبریز شروع به تدریس زبان عربی می کند و همزمان انگلیسی یاد می گیرد. در سال 1919 به تهران می آید و در دبیرستانهای دولتی معلم زبان عربی می شود و پس از گذراندن یک دوره حقوق قضایی در دادگستری استخدام و در شهرهای تبریز و مازندران و خوزستان مشغول کار می شود. پس از برچیده شدن سلطنت قاجار و روی کار آمدن رضا شاه، وزیر وقت دادگستری علی اکبر دادور به او پیشنهاد می کند دادستان کل شود. کسروی آن را می پذیرد. اما پس از 20 روز از این مقام استعفا می دهد. اما به عنوان وکیل در خدمت وزارت دادگستری می ماند. در این زمان است که او لباس آخوندی را از تن بدر می کند. او در سال 1930 بازرس کل در وزارت دادگستری می شود. کسروی که خود شخصاً و از درون آشنایی کامل با حوزه و علوم آن و ملایان داشت و سالها با آنها زیسته بود، شروع به نقد آنها از درون می کند. از نگر کسروی، دخالت روحانیان در اداره امور عمومی کشور، در امور سیاسی و تلاش آنها برای کسب هرچه بیشتر مقامات اداری و غیره، خطر جدی برای حکومت و مانع برای تدابیر اصلاحگرانه آن بود.
او که کردار انسانها را برآمده از پندار و اندیشه های او می دانست، شروع به مبارزه گسترده و عمیق با اندیشه ها و تصورات دینی خرافی شیعه‌گری ملایان کرد. کسروی ریشه عقب ماندگی جامعه را نه در عوامل بیرونی که محصول عوامل درونی به ویژه آموزه های دین سالاران شیعه می دید. که عمدن مردم را در ناآگاهی و خرافات نگه می داشتند تا همچنان بر اریکه قدرت سوار باشند. او معتقد بود مشکلات ایران برآمده از روابط و مناسبات حاکم در جامعه است و به همین دلیل باید اصلاحات عمیق، گسترده و فراگیر در کل جامعه انجام گیرد تا شرایط بیرون رفت از عقب ماندگی فراهم آید. مذهب شیعه و دخالت ملایان در امور مربوط به سازماندهی و اداره کشور، آموزه‌های خرافی و نابخردانه آنها، چند زبانی، نظام قبیله‌ای عشیره‌ای، کشاورزی عقب مانده نبود. علم و صنعت مدرن، نداشتن یک سیستم علمی برای آموزش و پرورش نسل‌های جدید، عدم اطلاع از اقتصاد و به رسمیت شناختن آن به عنوان یک علم و غیره را کسروی از جمله عوامل عقب ماندگی ایران می‌دانست. آموزش و پرورش مدرن، سیستم قضایی مدرن با قوانین برآمده از خرد و نشریعت، کوتاه کردن دست آخوندها از دخالت در امور اداره کشور، نقد اندیشه های دین و خرافات، مبارزه با شیعه‌گری و غیره، همگی شرایطی را با وجود آوردند که ملایان در کسروی خطر بزرگ برای ادامه کار و حاکمیت خود می دیدند. کسروی خواهان حکومت سکولار و جدایی دین از حکومت بود. در سال 1943، شخصی به نام علی اکبر حکمی‌زاده، فرزند یکی از علمای قم، رساله به نام اسرار هزار ساله در 38 برگ منتشر می کند. موضوع این جزوه حمله به شیعه‌گری و دکانداری ملایان و با نظرات و اندیشه های کسروی بسیار همسو و نزدیک بود. روح الله خمینی در سال 1944 کتاب کاشف الاسرار را در پاسخ به این رساله می نویسد و علاوه بر طرح حکومت اسلامی خود بدون نام بردن از کسروی شدیداً به او و افکارش حمله می کند. کسروی بدون توجه به این حملات به روشنگری های خود و مبارزه با خرافات و دخالت دین سالاران در امر اداره امور عمومی کشور ادامه می دهد. پس از نشر کتاب شیعه‌گری کسروی روحانیان زیادی به خشم آمدند. از آنجا که نواب صفوی و حسین امامی به هنگام قتل کسروی هنوز بسیار جوان بوده و اجازه صدور فتوا برای قتل کسی را نداشتند، در نتیجه در رابطه با صدور حکم ارتداد برای کسروی می بایست با حکم یک روحانی مرجع عمل کرده باشند. گفته می شود هنگامی که کتاب شیعه‌گری در نجف به دست مراجع می رسد بسیار برافروخته می شوند و در یکی از جلسات یکی از مجتهدان با خشم بر سر منبر پرسیده است: آیا مسلمانی پیدا نمی شود تا جلوه این ملعون را بگیرد؟ و جوانی که پای منبر نشسته بود جواب می دهد: چرا؟ من؟ آن کس که گفت چرا من نواب صفوی بوده است تا از اسلام دفع فتنه کند و با همین هدف از نجف به تهران می آید. این که با فتوا آمده است یا نه ناروشن است. در رابطه با صدور فتوا از سوی یک مرجع شیعه نظرات متفاوت است. بیش از همه از استاد و مرجع و معلم خمینی آیت الله میرزا محمد علی شاه آبادی سخن در میان است و نیز از شیخ محمد حسن طالقانی، شیخ حسین لنکرانی، سید محمد بهبهانی، شیخ محمد حسین غروی، شیخ محمد تهرانی یا مراجع بزرگی چون آیت الله حاج حسین قمی،
سید ابوالحسن اصفهانی یا آیت الله ابوالقاسم کاشانی، اما با تمام فشارها و تهدیدات کسروی همچنان به کار روشنگری خود ادامه می دهد و نویسنده بیش از 70 کتاب و جزوه و رساله است. تاریخ مشروطه ایران، تاریخ 18 ساله آذربایجان، شیعه‌گری، شهریاران گمنام، قیام شیخ محمد خیابانی، در پیرامون روان، از سازمان ملل چه نتیجه تواند بود؟ مجموعه مقالات درباره زبانشناسی، آیین، اروپاگری، در ستایش غرب و نقد افراط در نگاه به غرب، پایه‌گذاری ماهنامه پیمان و غیره بخش‌هایی از آثار او هستند. از نگر کسروی، دین اسلام پیامبر محمد در آن دوران با انواع و اقسام شاخه های آن در سده 20 در تضاد است و هر مذهبی دکانی برای آن عده‌ای شده است تا از آن در جهت جاه و مقام و ثروت و قدرت استفاده کنند و برای دستیازی به این اهداف مردم را ناگاه و خرافاتی و جاهل نگه داشتند. از نگر او، اسلام پیامبر محمد دیگر پاسخگوی نیازهای انسان و جوامع مدرن نیست و امت واحد یک شکل و یک فکر تحت فرمان اوامر فراطبیعی فرا انسانی ممکن نیست و مسلمانان در واحدهای جغرافیایی ملی گوناگون متشکل شدند که هر کدام به راه خود می روند. در بسیاری از این واحدهای ملی قانونگذار زمینی و به نمایندگان منتخب مجلس منتقل شده است و قانون مصوب این نمایندگان مقدم است بر هر قانون یا سنت دیگر و هر نوع تلاش برای بازگشت به شریعت جامعه را به سوی واپسگرایی و ویرانی خواهد برد. از نگر او برگشت به اسلام واقعی نمی تواند وجود داشته باشد، زیرا اسلام واقعی همین اسلام های واقعا موجود در تمام جوامع اسلامی است و اگر می شد اسلام دیگری را پیاده کرد و با آن مشکلات انسان و جوامع در سده 20 را حل کرد. خب چنین می کردند و آن اسلام واقعی را به دست فراموشی نمی سپردند. او می گفت حتی با کلام الهی، با کتاب مقدس و تنهایی از همان ابتدا امکان اصلاح و پاسخگویی وجود نداشت، زیرا اگر چنین بود و کلام الهی به تنهایی توان اقناع انسان را داشت، دیگر نیازی به جنگ‌های بی‌پایان پیامبر محمد برای مسلمان کردن نامسلمانان وجود نداشت تا از راه زور و جنگ و خونریزی و کشتار برتری اسلام به اثبات برسد. از نگر کسروی، قرآن و سنت محمد و یاران یا امامان پاسخگوی نیازهای آن دوران و سطح دانش و بینش آن زمان بودند و نمی توانند به عنوان ارزش‌ها و دانش امروز کاربردی داشته باشند. در قرآن برده‌داری مجاز است و امروز انسان متمدن آن را تقبیح و ممنوع می کند. از نگاه آن دوران و کتاب مقدس زمین مسطح است و امروز علم و تصویر برداری سخنان عکس می زنند و کره‌ای بودن آن به اثبات رسیده است. او می گوید هر کس مدعی شود پاسخ تمام پرسش ها و برای هر چیزی در قرآن موجود است، مانند کسی است که مدعی شود در باغ او درختی وجود دارد که تمام میوه های موجود در جهان را به بار می آورد. کسروی از منتقدان حکومت دینی و حاکمیت دین سالاران و ولایت فقها است و خمینی و بنیادگرایان اسلامی توانستند چند دهه پس از قتل کسروی سرانجام برای اولین بار در تاریخ ایران حاکمیت رسمی خود را برقرار و قوانین شریعت را جاری کنند. کسروی شاید اولین روشنفکر در تاریخ ایران باشد
که با شهامت تمام و نقد علنی و بی‌پرده اندیشه حکومت دینی می‌پردازد و در مقاله خود پیامی بر روحانیان تبریز و نقد بی‌پروای اندیشه‌های دینی می‌نشیند و اینکه برای اداره امور عمومی یک جامعه مدرن هیچ نیازی به شریعت نیست و اینکه در ایران انقلاب مشروطه شده است و هر نوع حکومت دینی در تعارض با اهداف این انقلاب است، انقلابی که مردم 5 سال از سال 1906 تا 1911 برای آن مبارزه کردند تا از زیر استبداد سلطنتی و شاه بیرون آیند و اکنون عقب نخواهند نشست تا استبداد دینی آسمانی به جای استبداد زمینی غیر دینی بنشیند. احمد کسروی و منشیش در 11 ماه مارچ 1946 با ضربات کارد حسین امامی و همراهان او یعنی فدایان اسلام به قتل می رسند. چند ماه پیش از این قتل فجیع نواب صفوی با هدف کشتن کسروی از تبریز به تهران می رود. نواب صفوی از کسروی درخواست ملاقات می کند تا با هم درباره اندیشه های کسروی و انتقادات او به اسلام گفتگو کنند. دیدار در 28 آپریل 1945 انجام می گیرد و صفوی با یک کلت به سوی کسروی شلیک می کند. گلوله اول موجب قتل کسروی نمی شود. اسلحه گیر می کند و کسروی زنده می ماند. نواب دستگیر اما پس از 3 هفته از زندان موقت آزاد می شود. پس از آزادی صفوی دادگستری شکایتنامه ای علیه کسروی به دلیل ترویج نظرات ضد اسلامی و توهین به مقدسات تنظیم و صادر می کند. کسروی به همراه منشیش برای بازپرسی به وزارت دادگستری طبقه 3 به دفتر رسمی بازپرس می رود تا دلایل خود علیه این ادعانامه را ارائه دهد. به هنگام بازپرسی قاتلان از جمله حسین امامی یار و هماندیش نواب صفوی وارد دفتر می شوند تا حکم محدورالدمی او را به دلیل ارتداد اجرا کنند و می کنند. کسروی و منشیش به قتل می رسند و اولین سنگ فرش های برقراری حکومت اسلامی چیده می شود. ملایان بر فراز قانون حکومتی عمل می کنند. شریعت به جای قانون زمینی. آنها کسروی را با حکم شریعت کشتند. قاتلان دستگیر و زندانی می شوند. هیئت دولت موضوع را مورد بررسی قرار می دهد. از جمله اعضای دولت وقت ایرج اسکندری و عبدالحسین هجیر بودند که در توافق با روحانیان در محدورالدم بودن کسروی رأی می دهند. الهیار صالح وزیر دادگستری مخالف این اقدام و خودسری ملایان و خواهان مجازات قاتلان بر اساس قوانین کشور است. قوام السلطنه اعضای هیئت وزیران را تغییر می دهد و صالح از وزارت دادگستری عزل می شود و جانشین او علی اکبر موسوی زاده قاتلان کسروی را از زندان آزاد می کند و ملایان متوجه می شوند که می توانند بر فراز قانون و حکومت در کشور دست به قتل و جنایت بزنند. اما درباره سید حسن تقی‌زاده که مورد نقد و تنفر اکثر روشنفکران دینی است. سید حسن تقی‌زاده متولد 1878 تبریز گفته می شود در 5 سالگی قرآن را حفظ بود و میل فراوانی به فراگیری دانش و علوم نوین داشت. به زبانهای فارسی، ترکی، عربی، فرانسوی و انگلیسی تسلط داشت. او که با فرهنگهای ایرانی، ترکی، روسی آشنایی داشت، در سال 1904 به قفقاز سفر می کند و پس از بازگشت به ایران یکی از رهبران جنبش مشروطه در تبریز و سپس نماینده جوان مجلس شورای ملی می شود.
او پایه‌گذار مجله کاوه از پیروان نوسازی و اصلاحات اساسی، از مخالفان مشروع خواهی و موافق کوتاه کردن دست دین سالاران از قوه قضایی و آموزش و پرورش، از پیروان حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خیش، تضمین آزادی های فردی و اجتماعی سیاسی، آزادی زنان و برابری حقوقی آنها در برابر قانون و آزادی اندیشه و بیان بود. تقی‌زاده پیرو قانون اساسی مشروطه بود که از نگر حقوقی برش تاریخی از گذشته تاریخ ایران است. او خواهان متمم قانون اساسی و برسمیت شناختن حقوق شهروندی برای ملت بود. در برابر تقی‌زاده ها و امثال او، شیخ فضل الله نوری بود که ادامه‌اش به خمینی و پیروان و فدایان اسلام و پایه‌گذاری جمهوری اسلامی رسید. نظمی که از ملت سلب کامل حق حاکمیت کرد. نوری آخوند مرتجع از مازندران بود که هرچند ابتدا با مشروطیت همراهی کرد، اما بعد به دلیل اهداف سکولار جنبش مشروطه از آن جدا شد و در برابر آن ایستاد. نوری خواهان مجلس شورای اسلامی به جای مجلس ملی و اجرای احکام اسلامی و قوانین شریعت بود. انتخاب نام ملی برای مجلس به جای اسلامی زمینه شرکت و انتخاب تمام اقلیت‌های دینی ایران را فراهم آورد. با تشکیل مجلس ملی، وزرا نه پاسخگو به شاه و شیخ بل به نمایندگان منتخب ملت شدند. در آن دوران هنوز نه تمام مردان حق انتخاب شدن داشتند، نه زنان، نه فقرا و غیره. همگی از حق انتخاب شدن محروم بودند. از نگر فضل الله نوری، مسلمان پیرو مشروطه سرانجام مرتکب گناه کبیره می شود و به کفرگویی خواهد افتاد. او دشمن قانونگذاری نمایندگان منتخب ملت در مجلس و دشمن آزادی بود، نه حق رأی ملت را میپذیرفت و نه آزادی‌های بیرون از احکام و موازین شرع را. برای او هر آنچه بیرون از شرع بود فاسد بود. نوری که از نفوذ زیادی برخوردار بود، سرانجام موفق شد حقوق مربوط به آموزش و پرورش، آزادی اندیشه و بیان و آزادی تشکیل اجتماعات و غیره را محدود و مشروط به عدم تعارض آنها با اصول اسلام و حدود آنها را مشروط بر رأی و نظر فقها کند. یعنی همان اصولی که پس از انقلاب اسلامی پایه و اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد. و اکنون برای لغو کامل آنها حدود 43 سال است مبارزه می شود. جنبش مشروطه ایران سه جناح یا جریان اساسی داشت. جناح مترقی و انقلابی تقی‌زاده که خواهان تساوی حقوقی همه ادیان در برابر قانون بود و برخی از روحانیان معتدل با آنها همراهی می کردند. جناح دوم روحانیان و کسانی بودند که برای روحانیت در تمام موارد حق وتو در قانونگذاری می‌خواستند تا مجلس اسلامی بماند و جناح سوم که میان این دو نیرو عمل می‌کرد. شاه با این جناح بود و تلاش داشت تا حق خدادادی خود برای سلطنت و حکومت را حفظ کند و امتیازاتش را از دست ندهد. پس از پیروزی مشروطه بر مشروع خواهان، شیخ فضل الله نوری به دلیل مخالفت‌هایش با مشروطیت به معنای حق حاکمیت ملی که از نگر او بدعت نو در جهان اسلام بود و موجب فساد مسلمانان می‌شد و دین را از بین می‌برد،
و به دلیل مشارکت در قتل و اعدام 4 تن از مشروط خواهان در ژوئن 1906 اعدام می شود. امریکا در تاریخ نوین اسلام بی سابقه بود. تفاوت اساسی میان مشروط خواهان و مشروع خواهان در این بود که اولی زنده باد آزادی می گفت و دومی زنده باد اسلام. در انقلاب 1357 دومی بر اولی پیروز شد. میرزا جهانگیرخان شیرازی، سور اسرافیل، زاده شیراز، روزنامه‌نگار، نویسنده و از انقلابیان مشروطه‌خواه و مبارزان ضد استبداد سلطنت قاجار، از مخالفان حکومت دینی و اعمال نفوذ روحانیان در اداره امور عمومی کشور است که در 38 سالگی پس از کودتای محمد علی شاه با کمک روسیه و پس از ممنوعیت هفته‌نامه سور اسرافیل فرمان اعدامش به همراه میرزا نصرالله بهشتی معروف به ملک المتکلمین از سوی شاه صادر و خرداد 1287 در باغشاه محل اقامت موقت محمد علی شاه پس از کودتا اعدام می شوند. اجساد آنها را در کنار دیوار همان باغشاه در یک گودال می اندازند که شبانه توسط دوستان آنها در همانجا دفن می شوند. جهانگیرخان به هنگام اعدام فریاد می‌زند زنده باد مشروطه. او که در رشته‌های ادبیات، فلسفه و منطق و ریاضیات تحصیلات عالی داشت، پایه‌گذار هفته‌نامه سور اسرافیل است که نامنظم منتشر می‌شد. هفته‌نامه لیبرال انقلابی، پیرو انقلاب مشروطه و ضد استبداد سلطنتی و حکومت دینی و دخالت روحانیان در اداره امور عمومی کشور. بخش طنز ادبی آن به نام چرند و پرند را علی اکبر ده خدا با نامهای مستعار دخو علی، دخو علی شاه، خرمگز، نخود همه آش، خادم الفقرا، روزنامچی و غیره اداره می کرد که زبان و نثر ساده و جذاب داشت تا مورد توجه و فهم همگان باشد. زبان او بسیار روان و غنی بود. اولین شماره هفته‌نامه در 30 مه 1907 با 20,000 نسخه و در مجموع 32 شماره منتشر می شود. پس از اعدام جهانگیرخان، ده خدا کار ادامه نشر سور اسرافیل را به عهده می گیرد. ابتدا از فرانسه و بعد از سوئیس ادامه می دهد. میرزا ملکم خان ناظم الدوله از پایه‌گذاران و مؤسسان روزنامه قانون و عضو هیئت تحریریه آن در لندن بود. بخشی از هیئت تحریریه قانون نیز در کلکته بود که به تعداد اندک در استانبول به چاپ می رسید و مخفیانه به ایران برده یا برای مشترکان ارسال می شد. هرچند تعداد آن اندک بود، اما تأثیرات بسیار وسیع و گستردهی در دگرگونی های جامعه داشت. ملکم خان از پیروان جنبش مشروطه و حق حاکمیت ملت، مبارز ضد استبداد سلطنتی و مخالف دخالت دین در حکومت بود. قانون نثر ساده داشت تا برای همه قابل فهم و درک باشد. برخلاف روشنفکران دوره مشروطه، بزرگانی چون کسروی و تقی‌زاده یا سور اسرافیل و ملکم خان و ده خدا و غیره، جلال آل احمد به هر سو که شرایط زمان ایجاب کرد چرخید تا و در نهایت جایگاه خود را در دامن ارتجاعی ترین بخش ها یافت و با آنها علیه خرد و علم همصدا و همپیمان شد. او که فعالیت‌های روشنفکرانه خود را از کسروی و سپس عضویت و همکاری با حزب توده شروع کرد، بعد پیرو مصدق و جبهه ملی شد و سپس خمینی را به عنوان مرجع تقلید سیاسی مردمی و روشنفکر واقعی پذیرفت و به حج رفت تا عملا نشان دهد که دیگر غرب زدن نیست.
او با کتاب غرب زدگی با نقد روشنفکران سکولار و آزادی خواه از پیروان و فعالان جنبش مشروطه گرفته از احمد کسروی تا تقی‌زاده و غیره به نقد مبارزان راه مشروطیت و به دفاع از مشروع خواهان و شیخ فضل الله نوری و غیره پرداخت و آنها را روشنفکرانی نامید که 6 ناندانی داشتند. از سازمان برنامه تا مقاطعه کاری های فراوان، از شرکت نفت تا دستگاه های انتشاراتی کشور مانند رادیو و تلویزیون تا مطبوعات بزرگ و ناشران، از مؤسسات فرهنگی به اصطلاح ملی و گروه های فرهنگی و دانشگاه ملی و دولتی تا ناندانی خصوصی بهداشتی مانند آزمایشگاه ها و درمانگاه ها و پلی کلینیک ها و غیره. در تمام این 50-60 ساله اخیر کارخانه های روشنفکر سازی رونقی داشته است و بعد دلیل همان بریدگی از مردم مدام برای خود پاتوق یا معیادگاه های معین داشتند. چند سالی در آوان مشروطیت و بعد 2-3 سالی در قضایای ملی شدن نفت بتوان سراغ روشنفکران را در قلب اجتماعات کثیر مردم گرفت. اما در دوره مشروطه بار و مغناطیس سیاست انگلیس در فضا است و در دوره ملی شدن نفت فهوای از بار مغناطیسی حوزه دلار که می خواهد جای خالی لیره را پر کند. به عنوان اولین پاتوق روشنفکران باید از بهایی‌گری سخن برانم. کسروی بازی نیز خود یکی از همین پاتوق‌ها بود. پاتوق بزرگ دیگر روشنفکران به خصوص در صدر مشروطه فراماسون بازی است. تنها اثری که بر کار ایشان مترتب بوده است همان که زمینه کار مشروطه و بعد زمینه تغییر رژیم را جوری ترتیب دادند که دست به ترکیب خودشان و القابشان نخورد. پاتوق چهارم بزرگ دیگر روشنفکران در این 50-60 ساله مشروطه احزاب بوده است. پنجم پاتوق دیگر روشنفکران مجامع ادبی و هنری است. انجمنهای ادبی قدیم و جدید، نمایشگاه های نقاشی، کنسرت ها، کلوب های فیلم، گالری ها، پاتوق دیگر روشنفکرانی که خالی از مسخره هم نیست. این کلوب ها و مجامع ولخرج و نوع جدید است که هیچ نام دیگری جز محافل انس غرب زدگان بر آن برازنده نیست. آخرین پاتوق روشنفکران ایرانی مطبوعات است و من در ورشکستگی مطبوعات ورشکستن این آخرین پاتوق را نشان دادم. پیروان بازگشت به فرهنگ اسلامی خودمان از خمینی تا شریعتی یا آل احمد همگی نوستالژی بازگشت به دوران طلایی را دارند که دوران آن از نگر معرفت بشر گذشته است. حکومت دین در عمل به ما نشان داد که این بازگشت در تمام زمینه ها به کدام معنا خواهد بود. در مؤمن مقلد یا انسان مختار حاکم بر سرنوشت خیش، در قانون برفراز انسان یا قانونی که منشأ آن خود انسان است، در امت یک شکل و یک اندیشه یا ملتی که مستقل و متکثر است، در تقسیم و کنترل قوای حکومتی که ناشی از ملت است یا حکومتی که الهی و برفراز انسان است، در تساوی حقوقی همه در برابر قانون یا انواع و اقسام نابرابری ها و تبعیض ها به نام خدا، در قانونی کردن خشونت از شلاق تا سنگسار به نام خدا تا تجاوز به دختر بچگان به نام شرع اسلام و سنت محمد و امامان به نام شرق در برابر غرب و نه خرد در برابر ایمان. خمینی نماد واقعی همان مشروعی است که شیخ فضل الله نوری می‌خواست و آل احمد و شریعتی و سایر روشنفکران دینی مکلا و معمم نیز به همان راه رفتند و نتوانستند درک کنند روشنگری و خردگرایی اروپا در چه بود و به همین دلیل راه را رفتند که به نتایج عکس در جوامع باز اروپا رسید.
امروز شرایط دنیا از بنیاد دگرگون شده است. اگر در 200 سال گذشته هنوز پای ایرانیان به جوامع غرب باز نشده بود و کسی تصوری از جهان، تکثر و پیشرفت‌های آن نداشت، امروز بیش از 6 میلیون ایرانی در بیرون از حوزه نفوذ ملایان زندگی می کنند و با کمک تکنولوژی های مدرن از اینترنت گرفته تا رسانه های ماهواره‌ای تا گوشی های هوشیار که به سرعت برق اطلاعات را رد و بدل می کنند، نگهداری یک ملت در تاریکی کوبیدن آب در هاونگ است. تنها اندکی زمان می خواهد تا کاخ دروغ‌ها و خرافات و نادرستی‌ها فرو ریزند. مرزها از میان رفتند. با دگرگونی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا تکنولوژی، اندیشه‌ها و ارزش‌هایی که نخست در بخش از جامعه بشر شکل گرفتند، یعنی اروپا، امروز از درون همان جوامع اسلامی بیرون می‌زنند و می‌جوشند. در این جوامع کدام انسان، زن یا مرد خردمندی است که بپذیرد زنان ناقص العقلند، زیرا کتاب مقدس چنین گفته است؟ کدام انسان خردمندی کودکی را به دلیل حرامزادگی از حقوق اجتماعی محروم می کند؟ آنچه امروز در جوامع تا دیروز بسته اسلامی در حال شدن و اتفاق افتادن است، نشان می دهد که آن ارزش‌های دیروزی اروپایی نه غرب زدگی بل دورانی از تاریخ تکامل بشر و معرفت او است که نخست در اروپا در غرب شکل گرفت. انتقال معیار سنجش از الله به انسان گام عظیم در مسیر درست اما پرتلاطم بود که دارد طی می شود. خردگرایی، روشنگری، دین به عنوان امر خصوصی شخصی، جدایی دین و هر شکل و نوع ایدئولوژی از ساختار حکومت، آزادی های فردی و اجتماعی، قانونگذاری انسان، قانونمداری حکومت منتج از اراده ملی، حق حاکمیت انسان و در پی آن ملت بر سرنوشت خیش، برابری حقوقی تمام انسانها در برابر قانون، حقوق بشر و رفع تبعیض‌ها و امتیازات به هر دلیل زمینی و آسمانی، همزیستی مسالمت آمیز تمام ادیان و مذاهب و اعتقادات در کنار هم و با هم با حقوق یکسان در برابر قانون، آزادی علوم از قید و بندهای دینی، مذهبی و غیره در حال تسخیر جسم و جان و اندیشه و تصورات واپسگرایی جوامع اسلامی است. انتقادهای آل احمد در آثارش از کتاب مدیر مدرسه تا غرب زدگی نه با هدف بررسی مشکلات و کمبودهای واقعا موجود برای برطرف کردن آنها، بل نقد ارزش‌های غرب با هدف دوری از آنها و بازگشت به گذشته و سنت‌های خیش و فرهنگ اصیل اسلامی است. او تأثیرات غرب بر جامعه را با انبار گندم مقایسه می کند که در ظاهر سالم به نظر می آید اما از درون همه پوک و گندیده است. از نگر او برنامه صنعتی و میکانیزه کردن کشاورزی، سنت کشاورزی و مناسبات دیرینه جامعه را ویران کرده است. آسیاب مدرن، آسیاب سنتی ده را از کار انداخته و کارخانه نساجی موجب بیکاری هزاران کارگر و دهقان شده است، زیرا چرخ ریسندگی و بافندگی از میان می رود و آسیاب کهن ده بسته می شود و صنعت مدرن فرش کارگاه های سنتی فرش بافی را از میان می برد. کابوس آل احمد صنعتی و مدرن شدن جامعه است. می خواهد به عقب به دوران خوب و آسایش سنتی گذشته بازگردد. برای او که سرانجام به فرهنگ اسلامی شیعی بازگشت و از پیروان خمینی شد و به سفر حج رفت، مهمترین واکسن در مبارزه با غرب زدگی فرهنگ سنتی اسلامی و بازگشت به آن است. همان گونه که خود او بازگشته بود،
او نه تنها یک کلام در تقبیح قتل کسروی و منشی او سخن نگفت که برعکس به نقد کسروی و روشنگری های او پرداخت. در آن دوران و در تمام تاریخ ایران ما چند تن چون احمد کسروی داشته ایم. او شاید اولین فردی در تاریخ ایران بود که رسمی و علنی خرافات و دین را مورد بررسی و نقد قرار داد تا راهی بر روشنایی گشوده شود. آل احمد میان حسن تقی‌زاده و شیخ فضل الله نوری به اولی میتازد و از دومی حمایت میکند. در اصلاحات ارضی و حق رأی برای زنان پیرو قیام 15 خرداد خمینی است. خمینی برای او نماد واقعی رهبری و راه درست ادامه جامعه است. از نگر او سکولارها خرابکاران و عاملان آگاه و ناآگاه غربند. او از آنها می برد و به هویت سنتی اسلامی خیش باز می گردد. با کمک اندیشه های او و روشنفکرانی که حکومت دینی می خواستند و همچنان با همراهی و همپایی دیگرانی که پندارهای رومانی که غیر واقعی از اسلام واقعی ارائه می دادند، بنیادگرایان در ایران پیروز شدند تا جامعه ای بر اساس شریعت و احکام و موازین نورانی اسلام برپا کنند و کردند و با تشکیل جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در تاریخ شیعیان حکومت را به دست گرفتند. همه مشروع خواهان به خواسته های خود رسیدند. حاکمیت الله بر روی زمین از راه حکومت فقها و مجتهدان به همراه اجرای احکام نورانی اسلام با آرزوی تشکیل حکومت عدل الهی در کل جهان، شکلگیری حکومت‌های خودکامه بدون حضور روشنفکران کوته‌بین و حقیر میسر نیست. اینها به رژیم خدمت می‌کنند که مدعی مبارزه با آن هستند. از توجه شما سپاسگزارم. وقت بخیر.